به نام خداوند بخشنده مهربان. زندگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از زمان تولد تا مبعوث شدن. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یقینا پیامبری از میان خود شما به سوی تان آمد که رنجیدنتان بر او دشوار است و بر هدایت شما سخت اصرار دارد و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است. و گواهی می دهم بر این که نیست معبودی بر حق جز خدای یکتا و بی همتا. و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او باد. اما بعد، در ماه ربیع الاول هر سال، سال روزی میلادی پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. نسیم معطر و بوی عطر ولادت مولای بشریت و خاتم رسولان صلی الله علیه و سلم به حق تولد یک ملت به تمام معنی بود. جهان از حضور او غنی شد و با آمدنش تمام جهان درخشان شد، چنانچه که در مورد خودش می فرماید: من دعای پدرم ابراهیم و بشارت برادرم عیسی بودم و مادرم چون بر سر من حمل داشت دید که نور از او بیرون آمد که کاخهای بصره را از سرزمین شام برای او روشن کرد. و این سخن قیمتی که شاعر می گوید: هدایت زاده شد و موجودات را نورانی ساخت و دهان زمان می خندد و او را می ستاید. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم از نسب بهترین اهل زمین است، از آنجا که حق سبحانه و تعالی در مورد نسب پیامبر گرامیش می فرماید: وتقلبك في الساجدين، و حرکت و نشست و برخاست تو را میان سجده کنندگان می نگرد. و ابن عباس رضی الله عنه می فرماید: از آغوش پدران یعنی آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام تا این که او به نبوت فرستاده شد و همچنان پیامبر گرامی من می فرماید: الله متعال از فرزندان اسماعیل علیه السلام کنانه را برگزید و از کنانه قریش را برگزید و از قریش بنی هاشم را اختیار نمود و از بنی هاشم ما را برگزید. و باز می فرماید: همانا خداوند مخلوقات را آفرید، پس مرا از بهترین آنها و بهترین آن دو گروه قرار داد، سپس قبایل را برگزید، پس مرا از بهترین قبیله قرار داد، سپس خانواده ها را برگزید، پس مرا از بهترین خانواده های خود قرار داد. پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یتیم به دنیا آمد، چنانچه که پدرش وقتی که وی در شکم مادرش بود فوت کرد و در 6 سالگی مادرش از دنیا رفت، ولی خداوند متعال او را بزرگ کرد و پناه داد و او را به خوبی تربیت کرد. الله متعال می فرماید: الم یجدک یتیما فآوا، آیا تو را یتیم نیافت و پناه داد؟ چنانچه که خداوند متعال برای محبوب و برگزیده خود صلی الله علیه و آله و سلم اسباب عنایت مهیا کرد، پس سرپرستی او را به پدر کلانش عبدالمطلب سپرد و او از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با بهترین شیوه مراقبت کرد و کاکایش ابو طالب از او با احترام و قدردانی کامل حمایت کرد. زندگی پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قبل و بعد از بعثت شریف ترین و با کرامت ترین زندگی در اخلاق عالی و عظمت روح بود. وی بهترین از مردم در جوانمردی و بهترین از مردم در ادب و سخاوتمندترین در همسایگی و راستگوترین آنها در گفتار بود و از رذایل اخلاقی دور بود. نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید:
من به هیچ چیز یعنی اخلاق بد از آنچه در دوران جاهلیت انجام میدادن علاقه نداشتم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را همسرش مادر مؤمنان خدیجه رضی الله عنها چنین توصیف کرده است: او همه چیز آنچه را که از دستش می رود و به دست می آورد تحمل می کند، از مهمان ضیافت می کند و در چالش ها از حقیقت طرفداری می کند. الله متعال می فرماید: الله اعلم حیث یجعل رسالته. الله بهتر می داند رسالت خیش را کجا و بر عهده چه کسی قرار دهد. و پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم مثبت اندیشی را که همان راه مؤمن واقعی است برای ما مقدم بر رسالت خود قرار می دهد. آنگاه که در برخی از رویدادهای جامعه و مسائل مهم آنها شرکت نموده بود و مشارکت او صلی الله علیه و سلم در اتحاد فضولی بین قبایل که در کمک به مظلومان و دفاع از حقیقت و وابستگی متقابل و همکاری متعهد شدن مؤثر بود، و او صلی الله علیه و آله و سلم در اظهار رضایت از این سوگند فرمود: و اگر در اسلام دعوت شده بودم اجابت می کردم. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، و گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. ناجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ساختن و نوسازی کعبه شریف در بین قوم خود مشارکت داشت و داوری را در میان قوم خود نسبت به کسانی که افتخار قرار دادن حجر الاسود را نصیبشان بود با عدالت ادا نمود. در وقتی که نزدیک بود آنان در بین خود جدال نمایند، حق سبحانه و تعالی عرضو کرد که پیامبرش اولین کسی باشد که بر آن داور شود. وقتی او را دیدن گفتن: این امین است، ما از او راضی هستیم. حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: پارچه برای من بیاورید. آن را برای او آوردند و او سنگ را در وسط آن پارچه گذاشت. سپس فرمود: هر قبیله یک طرف جامه را بردارند، سپس همه را بالا بیاورند. پس همان طور کردند و سنگ را بلند کردند. پس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنگ را برداشت و با دستان مبارکش در جای خود قرار داد. و بعثت پربرکت پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از ختم 40 سال از عمر مبارک ایشان با رسالت آن حضرت صلی الله علیه وسلم آغاز شد. بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم دوران جدیدی برای بشریت بود که در آن با عالیترین اصول و عالیترین ارزش ها آشنا شد، چنانچه که الله متعال می فرماید: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. براستی الله بر مؤمنان منت نهاد که میان آنان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او قرآن را برایشان بخواند و از گناه پاکشان گرداند و به آنان کتاب قرآن و حکمت سنت بیاموزد، و قدعاً پیش از آن در گمراهی اشکاری بودند. و حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید: ما قوم جاهل بودیم که بت‌ها را می پرستیدیم، حیوانات مرده را می خوردیم، فحشا می کردیم، پیوندهای خویشاوندی را قطع می کردیم، حق همسایگی را ادا نمی کردیم و قوی حق ضعیفان را می خورد. ما در آن بودیم تا اینکه خداوند از میان ما پیامبری را برای ما برانگیخت که نسب و صداقت و امانت و پاک دامنی او را می دانیم. پس ما را به سوی خدا دعوت کرد تا او را بپرستیم و سنگها و بت‌ها را از بین ببریم. پدران ما غیر او را می پرستیدن و ما را براز گفتن و وفا به عهد و ادای امانت و پیوند خویشاوندی و حسن همجواری و پرهیز از محارم و خونریزی و نهی از منکر و دروغ و خوردن مال یتیم و تهمت زدن به زنان پاکدامن امر کرد، و به ما امر کرد که تنها خدا را بپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
او مرا به نماز و زکات و روزه امر کرد. درود و صلوات بر محمد و آل محمد. باری خدایا از کشور ما مصر و بقیه ممالک جهان محافظت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.